نتایج اولیه انتخابات عمومی بریتانیا، دیوید کامرون نخست وزیر فعلی این کشور به مدت 5 سال دیگر در این مقام خواهد ماند. به نظر می‌رسد که حزب محافظه‌کار به رهبری دیوید کامرون به تنهایی و بدون نیاز به ائتلاف بتواند دولت تشکیل دهد. آقای کامرون گفته است نخست وزیر تمام مردم بریتانیا خواهد بود و برای اتحاد این کشور تلاش می‌کند. اد میلیبند رهبر حزب اصلی مخالف حزب کارگر ضمن تشکر از افرادی که در مبارزات انتخاباتی او را همراهی کردند شخصا مسئولیت شکست در انتخابات را پذیرفت و نتایج را ناامید کننده و دشوار خواند. آقای میلیبند گفت حزب او نتوانسته در انگلستان موفقیت‌هایی به دست بیاورد و در اسکاتلند نیز قربانی رشد ملی‌گرایی شده است. لیبرال دموکرات ها که طی 5 سال اخیر شریک دولت ائتلافی بریتانیا بودند، شبی سخت داشتند و بسیاری از کرسی های مهم خود را از دست دادند. لیبرال دموکرات ها که در انتخابات گذشته موفق شدند با کسب 1 پیروزی تاریخی نقش کلیدی در دولت ائتلافی بازی کنند، این بار بیش از 47 کرسی نمایندگی را از دست دادند. نیکلگ رهبر این حزب یکی از معدود کسانی بود که توانست تا در شفیل هم برنده باشد، اما شکست حزب مطبوعش آنقدر تاثیرگذار بود که کلگ در سخنانش اشاره‌ای به استعفا از مقام رهبری حزب کرد. وی گفت امروز بر ما روشن است که لیبرال دموکرات ها در این انتخابات تنبیه شدند. انتخابات چالش های زیاد کشورمان را روشن‌تر کرده است. مشکلات زیادی برای ما به وجود آورده است. ما باید در ماه‌های آینده راهی برای برون رفت از این چالش ها بیابیم. حزب ملی‌گرای اسکاتلند که طرفدار جدایی از بریتانیا است با کسب 56 کرسی از 59 کرسی اسکاتلند در مجلس عوام بریتانیا به 1 پیروزی تاریخی دست یافته است. این حزب توانست 40 کرسی کارگر و 10 کرسی لیبرال دموکرات را به خود اختصاص دهد. نیکولا استورژن رهبر حزب ملی اسکاتلند برنده غیرمنتظره انتخابات سراسری بریتانیا در اسکاتلند میگوید آرای بالا و به دست آمده حزب مطبوعش را در مخالفت علیه دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی دولت بریتانیا سرمایه‌گذاری خواهد کرد. نیکولا استورژن میگوید نتایج انتخابات نشان می‌دهد که اکثریتی قدرتمند در مقابل دولت دیوید کامرون قرار گرفته است. یوکیپ حزب استقلال بریتانیا با وجود کسب بیش از 12% آرا در کل بریتانیا تنها 1 کرسی به دست آورده است. نایجل فاراج بعد از شکست در سخنانی خواهان تغییر و تحول اساسی در سیستم انتخاباتی بریتانیا شد. رهبر حزب سبز هم این خواسته را مطرح کرده است. در انتخابات روز پنجشنبه 7 می هزاران نامزد برای 650 کرسی پارلمان بریتانیا با یکدیگر رقابت کردند. سنای آمریکا با اکثریت قاطع 98 رأی مثبت در برابر تنها 1 رأی منفی طرحی را تصویب کرد که به کنگره این کشور امکان می‌دهد توافق احتمالی هسته‌ای با ایران را بررسی کند. طرحی که روز پنجشنبه در سنا تصویب شد به کنگره آمریکا این امکان را می‌دهد تا ظرف 30 روز هر گونه توافق هسته‌ای با ایران را بررسی کند و در صورت لزوم آن را رد کند. خبرگزاری رویترز به نقل از جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گزارش داده که او اکنون مشتاق است تا طرح به تصویب مجلس نمایندگان نیز برسد. به گفته آقای بینر هدف کنگره این است که مانع یک توافق بد با ایران شود که راه را برای یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای هموار می کند، به برپایی رقابت تسلیحات هسته‌ای در منطقه منجر می شود و به دولت ایران قدرت و مشروعیت بیشتری می‌دهد. طرح تصویب شده در روز پنجشنبه از حمایت سناتورهای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برخوردار بود. انتظار می‌رود مجلس نمایندگان آمریکا هفته آینده این طرح را بررسی کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس رأی قاطع 98 به 1 سنا به این طرح را پیروزی قانونگذاران آمریکایی در زورآزمایی با دولت باراک اوباما دانسته که در ابتدا تهدید می‌کرد هر گونه طرح این چنینی را وتو خواهد کرد. تنها سناتوری که به این طرح رأی منفی داد تام کاتن سناتور جمهوری خواه بود که از مخالفان اصلی توافق اتمی با جمهوری اسلامی است. باب کورکر رئیس کمیته سیاست خارجی سنا پس از تصویب این طرح گفت ما سخت کار کردیم تا حمایت 2 حزبی فوق‌العاده‌ای را داشته باشیم.
طرح مورد تصویب سنا در صورت تصویب نهایی مانع این خواهد شد که دولت اوباما در مدت بازبینی توافق نهایی احتمالی تحریم ها علیه ایران را کاهش دهد و او را ملزم می کند تا هر 90 روز پایبندی جمهوری اسلامی به مفاد توافق را به کنگره گزارش دهد. قانونگذاران همچنین این امکان را خواهند داشت تا درباره برداشته شدن یا نشدن تحریم های مسبب کنگره رأی دهند. در صورت مخالفت کنگره با توافق نهایی هسته‌ای، رئیس جمهوری آمریکا 12 روز فرصت خواهد داشت آن را وتو کند، اما حتی در این صورت کنگره 10 روز دیگر زمان دارد تا وتوی رئیس جمهوری را بی اثر کند. در تحولی دیگر، 150 عضو مجلس نمایندگان در نامه‌ای حمایت خود را از مذاکرات اتمی دولت باراک اوباما و همپیمانان آن با ایران اعلام کردند. این شماره از نمایندگان دموکرات میتواند نشان دهد مخالفان احتمالی توافق اتمی برای آنکه بتوانند جلوی وتوی رئیس جمهوری را بگیرند به 2/3 آرای لازم دست پیدا نمی کنند. این نامه که جان شاکوفسکی، لوید دوگت و دیوید پرایس نمایندگان دموکرات آن را تنظیم کردند، قویان از مذاکرات اتمی دولت ایالات متحده با تهران حمایت کرده است. در بخشی از نامه آمده است این مسئله فراتر از سیاست است. ریسک بالا و جایگزین ها ترسناک هستند. ما باید از هر راهی برای رسیدن به راه حل دیپلماتیک قابل راستی‌آزمایی و اجرایی برای جلوگیری از ایرانی مسلح به سلاح هسته‌ای دست یابیم. نویسندگان این نامه افزودند اگر آمریکا به ترک مذاکرات دست زند یا موجبات فروپاشی آن را فراهم کند، نه تنها به شکلی مسالمت آمیز جلوی مسلح شدن ایران به سلاح اتمی را نمیگیریم، بلکه احتمال آن را هم افزایش میدهیم. در جای دیگری از این نامه نیز آمده است که جنگ به خودی خود ما را امتر نمی کند. امضا کنندگان میگویند حمله احتمالی اسرائیل یا آمریکا به تأسیسات اتمی ایران برنامه اتمی را 2 یا 3 سال عقب میراند که باز هم کمتر از زمانی است که در توافق مورد مذاکره میان ایران و 5+1 پیش بینی شده است. در پی مرگ یک دختر جوان در مهاباد، هزاران نفر در جلوی هتل محل کار او دست به تظاهرات زدند و هتل را به آتش کشیدند. گفته می شود که یک مأمور دولتی قصد تعرض به این دختر را داشته است. مرگ یک دختر جوان در مهاباد سبب خشم هزاران ساکنان این شهر شد. معترضان خشمگین به هتلی که محل کار این دختر بود حمله کردند و آن را به آتش کشیدند. خبرگزاری دولتی ایران ساعتها پس از اعتراضهای شهر مهاباد گزارشی در این زمینه منتشر کرد و نوشت که معترضان در این تجمع خواستار مجازات سریع عامل مرگ این دختر جوان شدند که 2 روز پیش بر اثر یک حادثه مشکوک از یکی از طبقات این هتل خود را به پایین پرت کرده و کشته شده بود. عکس هایی که در توییتر منتشر شده نشان می دهند که تظاهر کنندگان خشمناک هتل را به آتش کشیدند. هنوز خبرهای جدیدی از شهر مهاباد گزارش نشده است. بنا به گزارش ها این دختر مهماندار مورد تعرض یک مأمور امنیتی قرار گرفته است. این مهماندار هتل برای رهایی از دست مأمور امنیتی و پس از پریدن از پنجره هتل جان باخته است. برخی سایت ها و شبکه های اجتماعی نام این دختر را پریناز خسروانی عنوان کردند. هتل تارا در مهاباد در استان آذربایجان غربی نیز محل کار او بوده است. پریناز 25 سال داشته و حادثه در روز دوشنبه 14 اردیبهشت رخ داده است. هتل تارا هتلی معروف و 4 ستاره در مهاباد است. رسانه های کردی در خارج از کشور گزارش می دهند که مأمور امنیتی قصد تجاوز به این دختر را داشته است. در این گزارش آمده است که صاحب هتل نیز با مأمور دولتی همکاری کرده است. مأمور دولتی به هتل دار وعده داده بوده که در صورت همکاری هتل تارا را 5 ستاره خواهد کرد. در این گزارش آمده است که جعفر کتانی فرماندار شهرستان مهاباد نیز تایید کرده است که یک مرد قصد تجاوز به مهماندار هتل را داشته است.
وی گفته است که این مرد مأمور دولتی نبوده، بلکه فردی بوده که مسئول نظارت بر کیفیت و استانداردهای هتل‌ها بوده است. بنا به گزارش‌های رسیده، فرد مزبور بازداشت شده است. به رغم دستگیری فرد مظنون، گفته می شود که خشم و نگرانی ساکنان شهر مهاباد فروکش نکرده است. در روز پنجشنبه 17 اردیبهشت هزاران نفر از ساکنان مهاباد در اعتراض به مرگ این دختر جوان در جلوی هتل تارا تجمع کردند. نیروی امنیتی حاضر در محل برای پراکندن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کردند. بنا به آخرین گزارش‌ها شماری از معترضان در زد و خورد با نیروهای امنیتی نیز مجروح شدند. ایرنا میگوید که مسئولان شهرستان مهاباد قبلا اعلام کرده بودند که فرد خاطی احتمالی دستگیر شده و در صورت اثبات جرم به شدت مجازات می‌شود. با این حال خبرگزاری یاد شده تأکید کرده که تحقیقات پلیس هنوز به نتیجه نرسیده و علت این حادثه به طور رسمی اعلام نشده است. آخرین خبرها حاکی از بازداشت صاحب هتل از سوی مقام‌های امنیتی است. شهر مهاباد از مراکز فرهنگی و سیاسی کردها در ایران محسوب می‌شود و در طول تاریخ و طی سال‌های گذشته شاهد اعتراضات متعدد سیاسی بوده است. اعتراض به افزایش احضار و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی توسط وزارت اطلاعات در ایران بالا گرفته است. روز گذشته حسین موسویان، رئیس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران گفته است مامورین وزارت اطلاعات اعضای شورای مرکزی این جبهه را تهدید کردند که در صورت برگزاری جلسه بازداشت خواهند شد. به گزارش سایت ملیون ایران، ارگان جبهه ملی، آقای موسویان گفته است قرار بود جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران روز پنجشنبه 17 اردیبهشت در منزل یکی از اعضا برگزار شود، اما مامورین وزارت اطلاعات یک روز پیش از برگزاری این جلسه در تماس تلفنی با چند نفر از اعضای شورای مرکزی این جبهه اعلام کردند این گروه سیاسی حق تشکیل هیچ گونه جلسه ای را ندارد. آقای موسویان گفته است ماموران وزارت اطلاعات همچنین با تکرار ادعای ارتداد و غیر قانونی بودن جبهه ملی تهدید کردند. در صورت تشکیل جلسه تمامی اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران بازداشت خواهند شد. پس از اعتراض جبهه ملی ایران به حکم قصاص در سال 1360 آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی این گروه را مرتد اعلام کرد. رئیس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران در اعتراض به اقدام اخیر مأمورین وزارت اطلاعات گفته است ما نه تنها اجازه داشتن باشگاه و روزنامه در درون کشور خودمان را نداریم، بلکه در منازل خودمان هم اجازه جمع شدن نداریم. حسین موسویان اضافه کرده اگر آقایان مدعی هستند که دوران احمدی نژاد تمام شده است و دم از دوران جدید و قانونگرایی میزنند، پس این تهدیدها و فشارها و بی‌قانونی‌ها نسبت به یک تعداد افرادی که تمام فعالیتشان شفاف و آشکار است و کاری خارج از منافع ملت ایران انجام نمی‌دهند چیست؟ پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، اگرچه برخی از فعالان سیاسی و مدنی از کمتر شدن برخوردهای وزارت اطلاعات با آنان خبر دادند، اما در این حال برخی از گزارش‌ها حاکی از ادامه احضار، بازجویی و تهدید فعالان سیاسی و مدنی توسط این وزارتخانه است. در آخرین مورد کانون نویسندگان ایران در روزهای گذشته به احضار و بازجویی بکتاشت آبتین، شاعر و مستندساز عضو این کانون اعتراض کرده است. به گفته این کانون بکتاشت آبتین درباره فعالیت‌های ادبی و سینماییش چندین روز بازجویی شده است. همچنین بنا به گزارش‌ها سه‌شنبه اول اردیبهشت 5 مأمور وزارت اطلاعات به خانه بکتاشت آبتین رفته و ضمن تفتیش منزل او بیش از 1000 فیلم، عکس‌های خانوادگی، موبایل، لپتاپ و اسناد کانون نویسندگان ایران را ضبط کردند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در واکنش به اعتراض‌ها گفته است احضار افراد توسط این وزارتخانه در کمال احترام در محیطی شایسته صورت می‌گیرد و از افراد احضار شده خواسته می‌شود در دام دشمن نیفتند. آقای علوی شامگاه سه‌شنبه 15 اردیبهشت ماه در کرج گفت وزارت اطلاعات نیت خوانی نکرده و برای مردم ایجاد مزاحمت نمی‌کند. وی تصریح کرده در دولت قبل اگر انتقادی می‌کردیم فوراً برچسب ضد انقلاب به ما چسبیده می شد و این راه انتقاد را می بندد.
در خبر دیگر روز گذشته محمد مقدم عضو مجمع روحانیون مبارز خبر داد که دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به قوه قضاییه پاسخ به سؤال این تشکل سیاسی درباره ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی را خواستار شده است. در همین حال محمد علی ابتهی دیگر عضو این تشکیلات روز پنجشنبه در صفحه اینستاگرام خود نوشت در جلسه شب گذشته مجمع روحانیون مبارز نامه این گروه به حسن روحانی در مورد ممنوع تصویری آقای خاتمی و جواب رئیس جمهوری ایران به این نامه قرائت شده است. مجمع روحانیون مبارز در نامه‌ای به حسن روحانی اقدام قوه قضاییه در منع رسانه‌ها از درج تصویر و ذکر نام محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران را خلاف موازین قانونی و حقوقی دانسته و از او خواسته بود از این اقدام قوه قضاییه جلوگیری کند. موضوع ممنوعیت تصویر و اخبار محمد خاتمی در زمستان سال 93 مطرح شد. گزارش ها حاکی از آن بود که دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به درج تصویر و ذکر نام رئیس جمهوری اسبق ایران هشدار داده و مرتکبین را به توقیف و تعطیل رسانه تهدید کرده است. عربستان سعودی به شرط توقف درگیری ها در تمام یمن به شورشیان حوثی پیشنهاد آتش‌بس 5 روزه و انسان دوستانه داده است. این خبر پس از دیدار جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی منتشر شده است. این نخستین دیدار وزیر امور خارجه جدید عربستان سعودی با مقام‌های آمریکایی است. به گزارش رویترز، آقای الجبیر گفته است تاریخ قطعی آتش‌بس و مقررات مربوط به آن به زودی اعلام خواهد شد. وزیر امور خارجه عربستان تأکید کرده که برقراری چنین آتش بسی بستگی به موافقت حوثی ها با آن دارد. آقای الجبیر تأکید کرد آتش بس 5 روزه به منظور فراهم کردن زمینه امدادرسانی در یمن و نیز دخالت های منفی ایران در منطقه موضوع گفتگوی وی با آقای کری بود. جان کری نیز ضمن حمایت از پیشنهاد آتش بس 5 روزه گفت از حوثی ها مصرانه و قویان می خواهیم آتش بس انسانی را نقض نکنند. ما بر اساس قطعنامه شورای امنیت برای جلوگیری از سرازیر شدن اسلحه به یمن تلاش‌های خود را دوچندان خواهیم کرد. آقای کری همچنین گفت اگر حوثی‌ها با برقراری آتش بس موافقت کنند در آن صورت قابل تمدید خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا درباره دیدار خود با عبد رب منصور هادی رئیس جمهوری قانونی یمن گفت من در گفتگو با پرزیدنت هادی بر ضرورت فراگیر بودن گفتگوها به گونه ای که شامل همه طرفهای درگیر باشد تأکید کردم. آقای کری درباره دخالتهای ایران در امور کشورهای منطقه گفت ما نسبت به رفتارهای ایران و تلاشهای این کشور برای بی‌ثبات کردن منطقه نگران هستیم. جنگ داخلی میان گروههای مختلف سیاسی نظامی در یمن و حملات عربستان سعودی و متحدانش علیه حوثی‌ها این کشور را در آستانه فاجعه انسانی قرار داده است. یمن همکنون با کمبود مواد غذایی، دارویی و سوخت روبروست. در واکنش به این تحولات، صبح امروز مرضیه افغان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی درباره ایران را مردود دانست و گفت این اظهارات فرافکنی و مبتنی بر یک رشته تحلیل‌های تکراری و بی‌فایده است. خانم افخم روز جمعه در واکنش به این ادعای مقام سعودی که در کنفرانس خبری با وزیر خارجه آمریکا مطرح شد، این مطلب را بیان کرد. خانم افخم گفت مقام سعودی در حالی مدعی دخالت ایران در یمن می‌باشد که بیش از 40 روز کشور یمن برای تأمین منافع ریاض و همپیمانانش بی‌وقفه هدف حملات نظامی قرار دارد و با محاصره کامل زمینی، دریایی و هوایی به گروگان گرفته شده است. خانم افخم همچنین گفت ایران در چارچوب اصول اسلامی و انسانی پایان محاصره یمن و ارسال فوری کمک‌های انسان دوستانه برای جلوگیری از فاجعه انسانی در کشور مسلمان یمن را بسیار ضروری می‌داند. این در حالی است که عملیات طوفان قاطع با مداخلات رژیم ایران در یمن آغاز شد و سپاه پاسداران با آموزش حوثی ها و ارسال اسلحه به یمن به آشوب دامن زد. در تحولی دیگر
روز گذشته سرلشکر احمد اسیری مشاور وزیر دفاع پادشاهی سعودی به شبه نظامیان حوثی در یمن هشدار داد در صورت تکرار حملات به شهرها و مرزهای این کشور ممکن است عملیات طوفان قاطع از سر گرفته شود. آقای اسیری پیاده کردن نیرو از طریق دریا برای متوقف کردن جنایت شبه نظامیان حوثی در شهر عدن را بعید ندانست و گفت تمام گزینه‌ها مطرح هستند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم خودگردان کردستان عراق به امریکا سفر کرده. این سفر در شرایط کنونی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست، مضاف بر اینکه دارای حساسیت خاص خودش هم هست که در ادامه به اون اشاره میکنم. اما در سفر به امریکا بارزانی با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و جو بایدن معاون آقای اوباما دیدار کرده. در این دیدار باراک اوباما به نقش نیروهای پیشمرگه کرد در جنگ با داعش اشاره کرد و تلاش این نیروها رو در مقابله با داعش ستود. اوباما همچنین اشاره‌ای داشت به مسئله تمامیت ارضی عراق که این روزها بحث و جدل زیادی میان مقامات عراقی و امریکایی به جای گذاشته و گفت که کشورش جدای از اینکه از گسترش روابط با کردها استقبال میکنه اما بر تمامیت ارضی عراق به عنوان یک کشور فدرال تاکید داره. آقای بارزانی هم در این سفر و در دیدار با اوباما به مسئله تبعات حملات داعش در کردستان اشاره کرد و گفت که از آغاز نبرد با داعش بالغ بر 1.5 میلیون آواره چه از شهرهای دیگه عراق و چه از سوریه به کردستان پناه آوردن. اما حساسیت این سفر بیشتر از آنجا ناشی میشه که اخیراً برخی نمایندگان امریکا طرحی رو در کنگره مطرح کردن و از دولت اوباما خواستن که کمک‌های نظامی خودش رو به کردها تحت عنوان یک کشور اختصاص بده، موضوعی که در واقع طی روزهای گذشته با اعتراض مقامات و گروه‌های سیاسی عراق روبرو شد. جدا از این مسئله به فاصله یک ماه از سفر حیدر العبادی نخست وزیر عراق به امریکا بارزانی هم به امریکا سفر کرده. همین موضوع هم به نوعی بر حساسیت ها افزوده، حتی برخی عنوان کردن که این سفر بدون هماهنگی با بغداد بوده. در این رابطه نجیبی از نمایندگان کرد پارلمان عراق گفته که این سفر با هماهنگی حیدر العبادی نخست وزیر عراق بوده، اما با این همه بارزانی برای سفر به دیگر کشورها نیاز به کسب اجازه از دولت مرکزی نداره. اما از آن سو هم مسعود بارزانی طی سخنرانی که در مؤسسه آتلانتیک در امریکا داشته به مسئله استقلال خواهی کردها پرداخت و گفت که این که ما بخوایم یک عراق متحد داشته باشیم یک امر اختیاری هستش نه اجباری. او گفته به طور دقیق نمیدونه که کی کردها به استقلال خواهند رسید، اما به احتمال زیاد کردها در آینده مستقل خواهند بود. آقای بارزانی گفت که این خواست رو ما نه از روش‌های خشونت‌آمیز بلکه از طریق رفراندوم دنبال میکنیم. اما به یک خبر تایید نشده مربوط به ترکیه اشاره بکنم. گرسل تکین معاون حزب جمهوری خلق، بزرگترین حزب مخالف دولت، در مصاحبه با روزنامه طرف روز گذشته مدعی شد که اطلاعات موثقی در دست داره که طی یکی دو روز آینده ارتش ترکیه با هدف انجام عملیات نظامی وارد خاک سوریه خواهد شد. او از احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه خواسته اگر این اطلاعات درست نیست به مردم ترکیه خبر بده. آقای تکین مدعی شده اطلاعات مربوط به عملیات پیشین ترکیه در سوریه موسوم به عملیات شاه سلیمان رو او در اختیار رسانه‌ها قرار داده. البته تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ واکنش رسمی نسبت به این ادعا از سوی دولت ترکیه منتشر نشده. دولت حسن روحانی در تلاش است تا ممنوعیت ورود زنان ایرانی به ورزشگاه‌های کشور را به تدریج لغو کند. اما تندروها که رفع این تبعیض دیرپا را نقض بدیهیات شرعی و عبور تعمدی از خطوط قرمز الهی می‌دانند، در واکنشی خشم‌آلود به مقامات دولتی گفتند اگر زمینه ورود زنان به استادیوم‌ها فراهم شود، زلزله به راه خواهند انداخت. نشریه یال سارات الحسین، ارگان انصار حزب الله، در آخرین شماره خود آورده است
دولت در یک اقدام سیستمی تمام اهتمام خود را برای زیر پا گذاشتن شرع مقدس به کار گرفته و پیش می رود و رسانه های فاسد از این روند حمایت می کنند و رسانه های مدعی ارزشمداری نیز مشابه ادوار قبل برای سکوت خود دلایلی تراشیده و در مقابل منکر دم نمی زنند. یال سارات نوشته است که 29 خرداد ماه امسال که مصادف با دومین روز ماه رمضان است، قرار است دولت به اعتراف معاون زنان رئیس جمهور اولین گام خود را برای وارد کردن زنان به ورزشگاه‌ها بردارد. این نشریه هشدار داده است حدود 40 روز باقی است تا مسئولان از این راه باطل برگردند یا آنکه شاهد یک روز تاریخی دیگر در تقویم حزب الله باشند. به نوشته یال سارات، حزب الله به سیاق سابق راه خود را از هر دو جریان باطل جدا کرده و با پایمردی در راه مقابله با منکرات آبرویی برای آنان باقی نمی‌گذارند. اشاره انصار حزب الله به سخنان شهین دخت ملا وردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده است که نزدیک به یک ماه پیش اعلام کرد شورای امنیت کشور با بسته پیشنهادی وزارت ورزش برای ورود زنان به سالن‌های ورزشی موافقت کرده و طرح رفع تدریجی تبعیض‌های آشکار علیه زنان از امسال اجرایی خواهد شد، خبری که به سرعت تکذیب شد و معاون رئیس جمهور را وادار کرد که آن را از صفحه توییتر و فیسبوک خود حذف کند، اما بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. خانم ملاوردی پیشتر گفته بود پس از بررسی فراوان این نتیجه حاصل شد که باید سازوکار لازم برای حضور زنان فراهم شود. البته نمیتوان برای تمام ورزش‌ها حکم کلی صادر کرد و در حال حاضر ورود زنان به سالن‌های ورزشی شامل شنا، بوکس و فوتبال امکان پذیر نیست، اما برای رشته‌های والیبال، هندبال، بسکتبال، تنیس و غیره این امر شدنی است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران خرداد ماه سال گذشته به وزیر ورزش دستور داد که شرایط و ملزومات برای رفع این تبعیض علیه زنان را بررسی کند، اما به نظر می رسد با وجود کسانی که حضور زنان در ورزشگاه ها را شریعت ستیزی می دانند هنوز موانع بزرگی بر سر راه رفع این ممنوعیت وجود دارد. موضوع لغو ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها از جمله مسائلی بود که محمود احمدی نژاد هم در دوران ریاست جمهوری خود در دستور کار قرار داد، اما در نهایت این ماجرا واکنش‌های منفی گسترده‌ای در میان مراجع و دینداران برانگیخت و از مهمترین مسائلی بود که به تیرگی روابط دولت احمدی نژاد و متولیان دین در ایران منجر شد. تلاش برای رفع ممنوعیت حضور تماشاگران زن در استادیوم‌های ورزشی از سالها پیش آغاز شده است و کمپین‌های گسترده‌ای هم در این رابطه جریان داشته است. از آن جمله میتوان به تلاش برای ورود به بازی فوتبال ایران و آلمان در سال 1383 و همچنین کمپین دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها با شعار حق زن نیمی از آزادی، کمپین روسری سفیدها اشاره شد. جعفر پناهی کارگردان مشهور ایرانی نیز فیلم آفساید را بر اساس همین موضوع ساخته است.